ببینم شماها میدونین زامبول یعنی چی؟ ما یه بچه که بیدیم وقتی شیطانی بکردیم بوا و مامون و گفتم بتمرگ سر جات وگرنه بگوییم زامبول وید و خوردت. آها فهمیدم، پس یه موجودات خیالی هستن اینا. نه یه چیزی تو مایه های همون لولو خورخوره شهری ها. حالا چرا شما گیر دادیم به این کلمه؟ آخه این پسره چنگیز که امروز تو میدون پرید به همه حمله کرد تا سر کلش پیدا شد قبچی یوی گفت زامبول اومده. خب نمیدونم، فکر کردم ممکنه مثلا یه عادت مثلا زشته برارهی باشه. ببینم میتونیم برای شماره بعد یه گزارشی ازش تهیه کنیم. نه ها نه، این به قول خودت ارزش خبری نداشته بید. این چنگیز از بچگی عادتش بید مردمه و ترسونه، پشت دیوار قایم و شد مردم که رد و شدن بهشان پخ بکن. آه پس شوخی برارهی میکنه خرس گنده. آره قیافش خیلی چندشاور شده بید، میدونی یه جور چشاش کبود شده بید و یه صداهای وحشتناک تو حلقش بیرون وای بود. بعد من خیلی ترسیدم. آه اینه جان نثار، همینجوری بود. جان نثار؟ آره جان نثار هم اینجوری بود دیگه. میدونی چی جوری شده بود؟ دیشب همینجوری چهار چنگولی ومونده بود و انقدر داد وزه، انقدر داد وزه عربده بکشید که دیگه بابام و کیوو با تناب بستنش. عجیبه، دوتا آدم به یک شکل در یک روز تغییر حالت دادن. ببینیم، باید بریم یه گزارش تهیه بکنیم. اول بریم سراغ خانواده اون چنگیزه. خب از خانواده‌اش بپرسید این چی استفاده کرده، چی خورده این روزا که به این حالت افتاده. ببخشید آقا کیانی، اگه اجازه بدید من امروز نکه وقت خیاطی دارم، اینه که باید برم دیگه. اگه ممکنه من برم بهانه الکی از خودت در نکن وگو ترسیدم و خوام برم پیش مامانم اینا. خب اصلا آره ترسیدم که چی. لیلو خانم اصلا نترسین، بله سحرناز این شیر با شماست. یه مثل معروف خبرنگاریه که میگه پشت هر خطری یه خبره. حالا نمیشه آقا کیانوش، از خیر این گزارش بگذارید، شما به ریکسش نمیارزه ها. ببخش به چی؟ ریکسش. آخه ما به زبون ما میشه ریسک. ببخشید شما میگین چیه؟ بله ما میگیم ریسک. اتفاقا این یکی به خطرش میارزه، ولی شما ببر. من این سوژه های خطرناک خیلی دوست داشته بینم. آره اون دوست داره. بریم آقا اون دوست داره، هست با شما، بفرمایید. بگو هم آقا کیانوش دست درد نکنه با این روزنامه که در کردی. خواهش میکنم، هیچی مثل روزنامه شیشه رو تمیز نکن. خواهش میکنم، اصلا قابل شما رو نداشت. زامبولیا رو داشتی میگفتی. من که با چشم خودم ندیدم. خب ولی اون قدیما بوام بگو گفت یه مریضی تو برره اومده بود که تمام محبت رو گرفته بود. اون موقع دیده بودم که چنگیز وقتی که ودیدمش یاد اون موقع افتاده بودم که تمام محبته رو داغون بکنم. اسمش چی بود؟ زامبول. خب منم دنبال همین میگردم. ببینم بوهای شما به شما نگفتش که این زامبولی ها چه خصوصیتی دارن؟ یعنی چه شکلی میشن؟ اول اینکه مغزشون از کار افتاده بید. یعنی چی؟ یعنی اینکه مغز نداشته بیدن. خب بعدم میخواستن همه رو به شکل خودشون در بکنن. شما بوهای شما به شما نگفتش که علتش چی بوده؟ این بیماری از کجا اومده؟ من نمیدونم، لابد یه آفتی تو بره رو افتاده بیده. همین؟ آفت افتاده بوده؟ من متوجه نم. تو چی آفت افتاده بوده؟ تو نخودهای بره رو لابد یه آفتی افتاده بید که و گفتن که اگر چای نخود بخورید شاید زامبول بشید. خب مرد حسابی زودتر میگفتی این چای نخود دادی به ما؟ حالا دیگه خورده بیدی دیگه، من چه بدونم؟ خب بسیار خوب، ایراد نداره. ببینم بوی شما به شما نگفتش که حتماً یه علاجی برای این بوده؟ اون موقع حتما مردم رو دوا درمون کردن، اگه اینطوری نبود که نسل برره یا منقرض میشد. ها حتما یه علاجی داشته بید، من چه میدونم، لابد یه آفتی اومده بید دیگه. خب خیلی ممنونم، متشکرم از این کمکی که به من کردین. چقدر شد چه این چای نخودتون؟ یه تومن و پنج تومن. پنج تومن؟ بله پنج تومن. خب چای نخود که چای نخود یه تومن، یه پنج تومن مصاحبه پنج تومن. بله بده. خیلی ممنونم. دویل تاقید؟ ها تا صبح عربده وزنم، نزاش یه چرت وزنم. به بوان گفتم وکشمش راحت بشیم، یه نزاش. ببین من مریض دارم، باید برم. این قرص رو بهش بدین خوب بشه. من باید برم، خداحافظ. به ما رو ریچارد شیردل با خودمون رو بردیم. خب برو قرص ودی بهش نخره دیگه. من برم قرص بدم، اتاق شماست بد میشه ها. آخه من حالا بریم بیا برم. ببینم تو تا صبح تو این اتاق خوابیده بودی؟ ها ولی نزاش یه چور وزینیم. چطور مگه؟ هیچی، تو دیگه کسی با بودی. تو حالا دیگه معطل چی بیدی؟ خب گزارش رو تهیه کردی ورو، اگه معطل نهار بیدی ما نهار دیر بخوریم.
نهار چیه؟ من دیگه با دیدن قیافه جان نسا نهار از گلون پایین نمیره. شما باید به مردم بگید این مسئله رو. شما باید بگی فعلا نخود نخورن. حرفا میزنی کیانوش جان؟ غذای اصلی مردم برره نخوده. همه که مثل ما دستشون به دهنشون نمیرسه که مرغ بخورن، جوجه کباب بخورن، مرغ بریون بخورن. من دیگه حالم داره به هم بخوره از بس مرغ خوردم و کباب. خب پس بگو خودتون نخود نمیخورین، واسه همین نمیذارین اطلاع رسانی بشه تا مردم متوجه بشن. گوش کنین خوب چی میگم، من تو روزنامه میگم، من به مردم میگم که نخود نخورن. حالا میبینین. بیخوش های درست نکن. سردار خان، من بگوام این با کلی دستش توی کاسه بیدا، این بی کلی گفته بید نخودمونو پس فیاره. مگه کلی نخودا رو پس؟ پس بگین حتما یه چیزی هست. من تو شماره فردای روزنامه به مردم میگن نخود نخورن، در ضمن بهشون میگم که شما از قضیه اطلاع داشتین و بهشون نگفتین. آه این کارا رو بکنی که روزنامه بیشتر بفروشه، جنجال سازی بکنی که روزنامه بیشتر بفروشه. آره؟ وگو چقدر سود بکنی، ما همینجا خوشکبت ودیم 50 تومن خوبه. خواهش میکنم تو این یک مسئله خاص اصلا نمیتونی راجع به پول با بنده صحبت کنی. پدر زنجان وگو هم 60 تومن بشوده ور گورش ها گم بکنه. اگه من قرار باشه که 60 تومن شیر فرهاد جان به این بدم که دو روزنامه جنجال نکنه، 30 تومن میدم یاور دغلل اصلا در اون روزنامه شو تخته کنه. این بهتر نیست؟ اگه این شایعات تو روزنامه بنویسی یا خودم من از تو شکایت بکنم. حالا دیده باشی. من میدونم. شادونی جانم از من شکایت نکنه. من میدونم شما چرا نگرانی. نگران این که نخوداتون انباره نگنده. ولی اینو بدونید که این شطور در خونه شما میخوابه. ما رفتیم. یا وایسا. گوش بگیر ببین چی بگوام. به لیلون بگو و یاد خانه. نبخوام تو بنگاه شایع پراکنی تو کار بکنه. برو اوجا که نادر برفت. خوش آمدی. چی گفت سردار خان؟ چی برام گفت این شطوری که تو خونه شما وخوابه چی بی؟ اما که تو خونه شما نوخوابم، لابد منظور شما بیده. یا با تغرول نیستش؟ نه رفته بید همون بعد این وگو هم این کیانوش این کاغذه روزنومت هم خوب بیده ها. جنسش خوب بیدین، برد تیارات هم بهتر از همشون بیده، خیلی خوب بیده. هوا پیمون تیار. من یه روزی حروف سربی رو داغ میکنم میریزم تو حلقه تو. روزنامه آماده چاپه، کی باید بخونه؟ معلومه من باید بخونم دیگه. وقتی که این داور تغرل نبید من باید بخونم. من کارش انجام بدم. تو سواد داری؟ مثلا میفهمی این تو چی نوشته میخوای بخونی؟ حرفا بزن. یا سواد من ندارم. این چیز این تهش ایراد داشته. بین چی بده این تهش؟ بهت بگم من اصلا به سرمقالم دست نمیزنم. سرمقاله اگه قرار سانسور بشه من اصلا این روزنامه رو چاپ نمیکنم. بهت بگم سرمقالت کار داشته بین من ته مقالت رو بگم. این سرمقاله کاری نداشته بیدم که وگه ببینم اینا ته مقاله؟ اینجا رو میگی؟ او اصلا چی بیم؟ از عکسش خوشم نمیاد. اون خب باشه اینجا رو عوض میکنم. دیگه مسئله ای نداره؟ چیز از من یکم تشکر بکن. همین دیگه هیچ کاری دیگه نداشته بیدم. بابت چی باید از تو تشکر کنم؟ بابت اینکه من دو ماه خدمت شده بیدم جشن بگیرم. ایشالله شب سال تو خودم میگیرم. چی من گفتی؟ میگم یعنی شب سالگرد سربازی تو شماره ویژه برم. خواهش بگم. برو دیگه. خیلی خوب بیدی روزنامه شو. فوق‌العاده روزنامه صبح برره. روزنامه صبح برره فوق‌العاده. زامبول ها می آین. فوق‌العاده. الان که اسبی چه روزنامه ای؟ این فوق‌العاده است. یه مطلب مهمی توش چاپ شده. بخریم بخونیم بهتون میگم. ما که پول نداریم هر روز بریم بالای روزنامه. او دیروز هم تو رودرواسی با سرناز بخریدیم. نه این یه مطلب مهمی توش چاپ شده. اصلا پول نمیخواد. فقط بگیریم بخونینش. آخه ما که سواد نداشته بیدیم. خودت واسمون بخون دیگه. من همین یه بارو فقط میخونم ها. بعدن باید بیاین سواد یاد بگیریم بهتون بگم ها. یه پول برای سواد بخور. یه پول برای روزنامه بخور. عجب زبلیه. من اصلا پول نمیخوام. نمیخواد اصلا پول بدین. ببینین اونجوری که من فهمیدم یه بیماری داره تو برره شیوع پیدا میکنه. این بیماری از نخود میاد. نخودای آلوده. هر کی نخود آلوده بخوره مبتلا میشه ها. چی و گفتی؟ ای وای بلا مشد مثل بگوری. واسه چی میخندین؟ من دارم جدی میگم. زامبولی میگیرین ها. بچه‌ها
ارزونی آقا کیانور، زامبول مال قصه ها بید، افسانه بید. اتفاقا این یکی اصلا هم افسانه نیست. 60-70 سال پیشم این بیماری تو براره شروع پیدا کرده، بهش هم میگفتن زامبولی، هر کی میگرفته بهش میگفتن زامبولی شده. 60-70 سال پیش تو اصلا کجا بیدی؟ بریم بریم، این بخونه خودش بازرگرمی در بکنه. بریم بریم بس آقا، حیف که وجدان حرفه‌ای نمیذاره، اگر میذاشم میرفتم نسلتون منقرض بشه. این مزخرفات چیه تو روزنامه چاپ کردی؟ شمپت! الان ببخشید، شما کدوم قسمتشو باهاش مشکل دارین الان؟ تو برداشتی اینجا نوشتی که از عبارز اقتصاد تک محصولی این میباشه که اگر یک زمانی خدایی نکرده اون محصول دوچار آفت بشه مثل امروز، اون جامعه دوچار موزل میشه. حرف سیاسی بر من میزنی؟ اتفاقا یاور خان این اصلا سیاسی نیستش. من گفتم اگر شما چند تا محصول داشتین احتیاجی نداشتین دیگه یه محصول، یعنی نخودتون رو فقط بخورین که آلوده است. یه اتفاقا اجتماعیه. برو چل مچلون، برو خودت از سیاکو. شما روزنامه چیا بگیم به من رفتم بالا برره. حالا بدون اجازه من، بدون مجوز من روزنامه چاپ میکنیم این دست مردم. کتکلا! من بدون اجازه شما نبوده. دو دقیقه من رفتم حمام برگشتم، روزنامه رو چاپ کردید دست مردم. خب من همین میگم، همون موقعی که همون تشریف داشتیم من اومدم، این در واقع معاونتون آقای دوبرره به من گفتن اشکالی نداره، من رفتم چاپ کردم. تو هم چه غلطی کردی گنده سبیل؟ من نگاه کن. من چی بگم؟ کی به تو اجازه داده که مجوز بده بهش بدون اجازه من؟ کی به تو دخالت بکنی تو کار تخرل؟ خب پس شما متوجه شدین که من گناهی ندارم و نمیتونین منو بازداشت کنین، من مرخص میشم. آه نمیتونم تو رو بازداشت کنم ها؟ دوسیه داری قد ای اتاق، این همه شکایت ازت شده تو پرونده دسته. از من شکایت شده بابت چی؟ کی؟ کجا؟ کی؟ اینه پس چی اینجا؟ اینه همه شکایته که رسیده. تو سرمقالت نوشته که نخود نخوری یا اگر میخورین با اونو بجشونین بخورین. تو اصلا ودونی نخود پخته یعنی چی؟ برره این گردنش برای نخود پخته نخوردم، فکر نکردیم. من نمیدونم آخه این چه ایرادی داره. تازه سلیمان هم ازت شکایت کرده به جرم توهین به ذائقه مردم برره. بابت چی؟ مگه من چی گفته بودم؟ من نمیدونم. تو ستون آشپزی اومدی غذای تهرانی بر ما چاپ میکنی، دستور غذای تهرانی دادی بر ما، فسنجون بخورن نخود نخورن مردم. من همین جوری دستور آشپزی نمیدونم. شاخشون کردم ازت شکایت کرده به خاطر ترویج فرهنگ بیگانه. کدوم بیگانه؟ ما اومدیم یه چیزی به اینا یاد بدیم. آخ کدوم گناه؟ من نمیدونم، شکایت واسه من گناه کردم روزنامه چاپ کردم. تازه هنوز جرم اصلیت مونده آقا جان. مصاحبه جعلی بر من چاپ کردی؟ مصاحبه جعلی چاپ میکنی بر من؟ اصلا اون مصاحبه جعلی نبوده، آدمش هست میتونیم بیاریم سوال کنیم. قبه چی ویا تو؟ ویا! سلام علیکم. این هم مصاحبه جعلی. کجا مصاحبه جعلی بوده؟ بپرسین ازش. کل مزخرفات راجع به زامبول و اینجور چیزا نوشتی. از کدوم سرویس خبری پول میگیری که منطقه من نام جلوه بدی؟ شما ازش بپرسین. آقا شما ازش بپرسین. آقا جان توی مزخرفات ها گفتی توی ای؟ نه نه من نگفتم. شما نگفتی؟ نگفتم. شما به من نگفتی زمان بواد زامبول اومده بوده؟ نه نه من مشتریان تکذیب بکنم. تکذیب میکنم. شما آقا 5 تومن از من گرفته بابت این مصاحبه. من 5 تومن برگرفتم. بله شما 5 تومن من گرفتی. شما رسید برداشتی؟ رسید گرفتی؟ نه. پس ببندون دهنتا. تو هم پاش برگم شو بیرون. خب شو. حالا چی میگی؟ بسیار خوب. شما منو بازداشت کنیم. اینو بنداز بازداشتگاه. حالا ایراد نداره. ایراد نداره. فقط یه چیزی قبلش بگم. یاور خان مسئله این بیماری جدیه، از نخود به انسان و از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه. اگر الان جلوشو نگیرید همه زامبولی میشن، مغزشون از کار میافته. نه خیر، کاملا مغزش از کار افتاده، حالش نیست. چی داره میگه؟ خودشو وزده به چلمه ای که نوندازیم بهش توی زندون. پاشو برو بیرون جاسوس. آشو نکبت کتکله چرمه تو شمپه، یک دفعه دیگه ادای من در بری سیبیلات هم میکنم دود میدم ها. باش کن شرده من چشمم. برو برون آقا، من خسته میدم دیگه، همه جا رو وگشتیم. خب نبید دیگه، زیر زمینم نبید. ها من وگوهم که وریم جاندار مری به ایاور تغرل گز خبر ودی که اینا بگردن پیداش بکنه. خب اینجوری که کار خود ما نیست. سلام علیکم. اینجوری که کار خود ما نیست که این آخه تعجب بید
با این همه تنابی که به این بسته بیدیم چطور خود چه افره چیز کرده یه دقیقه لال بشو ای چی بی؟ فکر کنم از همونهایی که دامادتون وگفته بود بی زاغول زاغول بی برو تو همه دارن کم کم زامبول و گیرن ها ای کی بید ای جان نسار بید جان نسار صداش نوه که خواه ابله برو تو طبق تحقیقات ما تا الان 8 نفر زامبول و شدن یعنی مریضی و گرفتن آه همه شون هم پایین برره بیدن یعنی مرکز شیوع بیماری پایین برره بید متاسفانه بی خود برای پایین برره یا حرف در نبکن اونجا نثار شما کلنگ بید یه از این حرفا نزنین دیگه بالاخره همه شون انسانن ها نه ولی این پایین برره یا انسانهای بهتری بیدن ای بابا ببینم تمام کسایی که این بیماری زامبولی رو گرفتن آقایون هستن یا خانوم هم مبتلا شدن تو چرا بی خود نگران زنهایی ها اینجا هم دست بر نمیداره این عجیبه ها میخوام ببینم که این بیماری مختص آقایونه یا بقیه هم میگیرن خب آقا کلوف بذاری من براتون توضیح بدم ببینید نه 2 نفرشون هم خانوم بیدن خب ولی یه چیزی رو من فهمیدم این که اصلا منشأ تمام این بیماری ها کافه شبهای برره بید یعنی اونا مثلا اونایی که اونجا رفت آمد داشته بیدن مثل که اونجا خیلی چای نخور خورده بیدن این وقت کافه بوهای منو بدنام بکنه بوهای من کافش مجوز داشته بید همه کارگراش هم کارت بهداشت داشته بیدن خب کارت بهداشت داشته بیدن ولی همه اونایی که اون مریضی رو گرفته بیدن اونجا چای نخورده ولش کنین دیگه الان این حرفا مهم نیست مهم منشأ بیماری واقعا نیست ما باید دنبال راه درمان باشیم ببینم گفتی که همه تو کافه چای نخود خورده بودن؟ خب مثلا که چه؟ بوهای من که نخود از آسمان نیاورده بید از همه خراب شده و خریده آقا کنش طوری شده؟ نه طوری نشده خب اگرم طوری شده بید به شما مربوط نبید پاوشو بریم حالا من یه پیشنهادی دارم آقا کیانوش ببینید بعد ببین نگم که همه اینا رو ببریم بالا برره یه قرنطینه یه چیزی درست بکنیم براشون خوبه؟ آره خوبه شما برین تو نویای؟ نه من نمیتونم بیام چرا؟ من چیز چای نخ... نه من بازداشتم اینجا گوش کن سرناز خب این بازداشت چی بی تو این هاگیر واگیر؟ نه گوش کن نه یعنی میگم که ببین تو بهتره برین من اینجا جام امنه برو بوها و مواتو بردار بریم بالا باید مواظب خودتون باشی شما خوبی پس؟ مطمئن باشی خوب باشی پس مواظب خودتون باشی خدا بفرمید سهرناز گزارشت معرکه بود من به تو افتخار میکنم راست بگوی گوش بگیر کیانوش ملان و خان برم اینجا تو خیابون هر زامبولی و دیدم باهاش یه مصاحبه بکنم و ببینم اینا چه حالی داشته بیدن نکنی این کارو یه هایی اصلا نزدیکشون نشو برو الان پلو بواموات شب که هوا تاریک شد برشون دار ببر پلو سردار خان بالو برره باشه چشم تو هم اگه این بازداشت تمام و شد و یا اونجا خب خدافز میمردی اون چای نخود لعنتی رو نمیخوردی بر تو همینجور اینجا برنشستی ها برو ببین بچه ها چیکار کردن کجا بیدن آخه من تو این تاریکی خانم کجا برم حرفایی میزنی ها بیرون پر از زامبول آخه منم میخورم تو رشک نبخوره کی تو رو بخوره آخه محلت هم نبخوره نگات هم نبخوره تو برو تو بخورنه اون پسره کیانوش گفت که اوضاع خرابه ها هیچ کی باور نکرد که نکرد سلام بود کیوون جون حالت خوب نبید پسرم کمی گرست نبیدم ببینه کیوون جون من خوشمزه نیستم یه وقت منو نخوری پسرم
به شوخی از خدا درمت کردم. کارا بکنی تو زنگول نباشید پسر، تو فکر نمی کنی من قلبم ضعیفه یهو پس میافتم؟ آقا این کارا چیه داری میکنی؟ بفرمایید. خوش آمدید. بفرمایید. جان الان وقتی مهمون دعوت کردم بیایید. ماما معلوم شده که من شای آلودگی ظاهرم پایین برره بید، ولی خب اینا که سالم بیدن، اینا هیچ مشکلی نداشتن. من ازشون خواستم تشریف بیارن اینجا که امتر بید. راست وگویی من شای آلودگی پایین برره بید. وگو هم سر ناز جان، لطف کن الان سری به شوهرت وگو تو روزامت بنویسه که من شای آلودگی از پایین برره بید که همه بدونن. محض اطلاعتون شاخ شمشاد خانم، این روزنامه شوهر من توقیف بید، خودشم بازداشت بید. شما اگه خیلی دلتان بخواد خودتان ورید بیرون به همه وقت. خجالت نکشید، این موقع هم موقع مرگ از دخال زنک وازی دست بر رو دارید، فکر چاره باشید. البته این زاغولام که آنجور که میگن ترسناک نبیدن، من داخل شهر یک فیلم ودیدم که این زاغولا همچی از زیر خاک بیرون بیامدن، بعد یک جوانه کسی هم از خودش آواز در میکرد. بلوچین همچین کیوان من هم دیده بیدم، همون فیلمه که زامبولو از خودشون حرکات موزون در بکنه. این وقتی بعدش چی بشد؟ یه بزی واسه تون تعریف بکنم. یه قبرستونی بید خیلی تاریک، بعد یه دفعه همه مرده ها از تو قبر ها بیرون و ایمادا خیلی چندش بیدم، همه زشت زیر چشا اینجوری کبود. بدبخت، کی فکر میکرد لحظات آخر عمر کیانوش استقرار زاده اینجوری سپری بشه؟ اصلا فکرشو میکردی؟ توی یه جای غریب، توی یه جای اصلا معلوم نیست اینجا کجا هست، با یه بیماری مزخرف بمیری؟ بیچاره من که هیچ وقت چای نخود نمیخوردم، فقط پول چای نخود همه رو حساب میکردم. خدا بگم چی کارت کنه قهوه چی؟ اون در رو واکنین، تشتمه. سوب ریخته بمیرین. اون در رو واکنین، من میخوام تو فضای باز زنبولی بشم. منم. کیانوش هم دیگه. کدام کیانوش؟ یعنی چی؟ چند تا کیانوش داریم دیگه؟ باید که الان این سامبولا میان خودم دیگه یا مرد؟ خب معلومه مردم. آخه کیانوش هم اسم زن هم مرد. باید که اسم مرده بهت میگم. باید که آقا در رو این الان دارم میان. این گوشه یه در رو با بکنم. چیز کن دست تا بده تو و بین. مگه شنگول و منگوله؟ شنگول این چه دستای کار نکرده یه توپل مپلی داری؟ بابا که نه، باید کن در بیام تو. عجب آدم هایی هستین. گوش بگی ببی چی برای چی آمده اینجا؟ ما رخت خواب کم بداریم. آقا راه نجات به فکرم رسیده، اومدم با شما انجامش بدیم. آقا و گوشی نمک خواد بگی بسا وگا. ببینم تو کتاب تاریخ براره رو خوندی؟ نه نخوندم. که چه؟ 70 سال پیش که این مریضی اومده بوده تو براره و همه زامبولی گرفته بودن. نسل شما باید منقرض میشده که متاسفانه نشده. تا چشتو کور بشد. حالا که چه؟ خب ببین، حتما به همین مسئله مهم توی تاریخ براره اشاره شده. و واسه اینکه نسل شما پابرجاست، حتما توی کتاب تاریخ براره راه درمانی، راه علاجی برای این بیماری زامبولی هستش. خب الان خب که چه؟
خب کتاب تاریخ برره رو گیر بیاریم. من کتاب تاریخ برره الا از کجا گیر بیارم؟ حالا گیریم که گیر آوردم. شش جلد هر کدو به این قطر. ها تازه موقع شب از کجا بیاریم؟ بعد داروخانه نبید که بریم دارو تهیه کنیم. این نفهم. این هر چی که در دنیا هست این نفهمه. حلال شدی حالا. نه بمیریم. تو نمیدونی کتاب تاریخ برره رو کجا گذاشتی؟ من که همه چی من گذاشتم واسه تو آمدم. من که ایجا زندگی میکنم. دست تو بید. اونجا رو نگاه وکنید. ما بعد از وسط اینا رد بشیم؟ ها من بگویم که من برم ای کتاب تاریخ برره سردار خان احتمالاً داره من بگیرم. باست تو سب کن. من یه چیزیو در رابطه با اینجا متوجه شدم. اینا که مغز ندارن نمیفهمن چی کار میکنن. اگه بهت نزدیک میشن برای اینه که میخوان تو هم زامبولی بکنن. خب فقط کافیه که نشون بدی تو هم این اونا زامبولی. باید کاری ندارن. راست بگویی. آره من دیشب همین جوری از بین اینا رد شدم اومدم بالا دیگه. ببین الان سالمم. هیچ کاری با هم نداشتم. الان چی کار بکنم؟ ببین فقط کافیه که دستاتو اینجوری این خودشون چنگولی بکنی. خب دستاتو اینجوری ببری جلو، چشاتم اینجوری بکنی، حواستشون رد میشی میری. اینجوری خوبه. الان خود جنسی دستاتو بیار بالا قشنگ. همینجوری حواست چشات باز. همینجوری حواستشون رد میشی میری. اون وقت من چی کار بکنم؟ تو همینجوری خوبی، نمیخواد کاری کنی، فقط دستاتو بیار جلو اینجوری. صورتت خوبه، تغییری نده. آره بریم. اینها همین فصل زامبول ها. اینها نوشته و زامبول ها آمدن و همه مبتلا شدند و پیر دو کرون برریه به آنها. اینجا چی نوشته؟ من نمیتونم بخونم، این بدخطه. چی داره؟ به زبان نستعلیق برره بیده نوشته و آمدن که آب تروب همینه. آب تروب حتما، تروب یه خاصیتی داره که آبشو بگیری بدی اینا خوب میشن. برره که آب تروب نداشته بید. این که نوشته آب شرب. آب شرب که همین آب معمولیه که اگه اینطوری باشه کسی نباید مریض میشد که. این حرف اینا گوش نده، این دیوانه است. آب تروب نوبینی. وقتشم تا آب شرب بی. آب تروب نوبینی دو تا نقطه داره. آب شرب بی سه تا دندونه و داره. اون دندونه است. او کجاش دندونه است؟ دو تا نقطه داره، یه دونه دندونه. آب سرب دیگه چه گفتی بیده؟ درسته، آب سربه. من به تو نگفته بودم، منم تو کافه چای نخود خورده بودم، منتها من آب سرب خورده بودم. ببین من زامبولی نشدم. تو آب سرب کجا خورده بیدی؟ حرف مفزنی. من تو دفتر روزنامه همون روزی که قایم شده بودم این سربه افتاده بود تو لیوان. از مجبوری تشنم شد همون آب خوردم. ببین زامبولی نشدم. حالا من آب سرب توی بره بیابونه کجا گیر بیارم؟ من چند ببین حروف من سربیه، تو دفتر روزنامه است، تو ژاندارمری. باید بریم اونجا برشون بریم. این دامادتون به درد وخره. میگفتیم به درد نوخره. این بخششا نگفتم من، کلن وگوییم که به درد نوخره. خب برو با امزن شما بریم تو، من با یه کاری دارم. ببخشینا شما این چند وقته بنده رو زیاد تیغ زدی، مزاحمتون شدم. ببخشید این گوشه نداره. چه بکنی؟ چای نبات درست بکنی؟ ای بابا این حروف سربی باید حل شه این تو. خاصیتش به اونه. بفرمایی. اینه بده بشو. بخور. پی
بخور خوب شی. خب او دهن شواکو بریز تو حلقش. آدواش. بخور خوب شی. البته این که خوب نمیشه، فقط از این وضع فلاکتبار در میاد. آده اینم همینطور. آی حالا ای اثر میکنه. آره. تو گنده بک، تو توی مدت تو کجا بیدی؟ زیر این میز قایم و شده بودم. زیر این میز قایم شده بوده؟ ببخشید شما با این هیکلتون چجوری زیر این میز قایم شده بودی؟ اینا دارن حال بیان. ای آلبالو، ای شفتالو، پامادور، قربان اون دست های بیکارت برم من. اینا کجا هستم؟ من کجا هستم؟ کی هست اینا؟ دارو اثر وکرد. بله دارو اثر کرد. این سربا اثر وکرد. خیالتون راحت باشه، شما خیالتون راحت، همه چی درسته اوزا، همه چی خوبه. دارو چی به دادی من خوردم؟ من بگویم این دارو رو من کشف کرده بیدم. این حروف سربی را ریختیم توی آب، این آب سرب بیده. حروف سربی روزنامه را دادیم خوب بشدیم. خب بقیه اهالی کجا هستن؟ زامبولا؟ بله خیالتون راحت باشه، همه اونا رو مهار کردیم با یه تناب یه گوشه جمعشون کردیم بسیمشون. فقط باید بگین از مرکز برامون سرب بفرستن. از مرکز بچی بفرستن؟ مگه نداری تو روزنامه حروف سربه؟ مگه نداری تو؟ خب چرا دارم، اونا ابزار کار من هستم، من لازمشون دارم، شما بگیم بفرستن. او ابزار کارت بخوره تو سرت، بده مردم بخورن نارا جان نسار. بله قربان. میری الان تو بازداشتگاه همین دفتر روزنامه ای. بله هرچی حروف سربی هست برمیداری میبری میریزی تو چشما. ای قربان اون سیویلی بلا گوش در رفتت بیرم. بله اون سر بلایت بخوره اون سر. حالا خیلی خفره دیگه. رفتم قربان شما. قربان ببخشید ولی یاور خان من اون حروف رو لازم دارم، میخوام روزنامه چاپ کنم. همین تو چشم آخه چرا میخوام برزی؟ این سیستم لیوانی بهتر بود بهشون میدادیم همه آب بخورن. آخه شام پت من که اینجا بیکار نیستم که یک عمر بشینم اینجا، تو با لیوان میخوای به این همه آدم زامبول بدی که خوب بشن. آخه من حروف سربی ابزار کار منم، من میخوام روزنامه چاپ بکنم باهاشون. ای خدا کنه یک سیلی بیاد هیکل تو رو برداره ببره که از شر تو ما راحت بشه. تو فراموش نکنی همین حروف سربی بود جون اهالی اینجا رو نجات داد. حروف سربی تو نبوده، این خلاقیت این شیرفرهاد بوده. شیرفرهاد به قول ما زنگ بگو که مردم بقیه زامبولا رو برداره ببرن لب چشمه از او آب بخورن خوب بشن. نشنیدی چی و گفت؟ خب ورو دیگه. تو خلاقیت داری میگم، خلاقیت تو بوده. ورو ای الا دیگه ای حروف سربی، ای الا دیگه حل ای کش. من حروف سربیمو لازم دارم، من میخوام روزنامه چاپ بکنم. ای نه و فهمه ای هر چی که بگینم. تو چی بخواید تو زندگی ما؟ تو اصلا این روزنامه به چه درد میخوره هی میخوای دراری؟ چرا این سایه بختک ماننده تا ارو ای زندگی ما برنبده؟ این مار ای چنبره زده روزنامه.